در مزار بودیم، جناب مولانا صاحبم تشریف داشت. یکی از کسانی که 1.5 سال در راه تبلیغ رفته پیش روی من نشست. سوال کردم که آیا بنده در وجود فعل خود اراده داره یا نداره؟ گفت نی نداره. با سوال کردم که آیا کارهای نیک به اراده خدا می شود یا کارهای بد؟ با ما گفت که در کارهای بد اراده خدا نیست، در کارهای نیک است، نعوذ بالله من ذالک. با امرای جناب مولانا صاحب در منا بودیم در مکه مکرمه. بدبختانه که در وطاق ما یک جماعت تبلیغی هم بود، 5-10 نفر بودن. خیلی ها ما در اونجا گفتیم مراسم حج است، باید چیز گفته نشود. یک کدورت خالص در دل طایف عارض شد. شب خیستم هرچی نماز میخوانم مزه نداد، خو خیلی رجوع به خدا کردم، گفتم ما حق نمیگویم. صبح مولانا صاحب نشسته بود، از یا اجازه خواستم، گفتم رایشان بحث میداشته باشم. یکی را پرسان کردم چند سال تیر کردی؟ گفت ما عمر خدا وقف کردیم، 70 ساله بود. گفت عمر خدا وقف کردیم، کلن عمر خدا. مسائل عقیدوی دینی را پیش پرسان میکنم، یاد ندارم. اگر 100 سالم در تبلیغ بری خو ملا نمیشی، ملا نمیشی. و فساد عقیدوی هم در ایشان وجود داره. ایره ما به استناد امور دینی گفتم، کدام تضادم را ایشان ندارم. در این قسمت هم بزرگوار سخنان قندوزی ما مطالب دیگری را به نسبت عموم تبلیغی ها ایراد کرده، این را مبنا قرار دادن بر رد جماعت تبلیغی که بله بنده با 1.5 سال رفته، کسی که 1.5 سال رفته تبلیغی، از این سوال کردن که آیا بنده در وجود فعل خود اراده داره، میگه جواب داده که نه بنده اراده نداره. یا میگه که باز پرسیدم که کارهای نیک براده خدا میشه یا کارهای بد، میگه جواب دادن که در کارهای خوب اراده خدا هست و نه در کارهای بد. بعد شروع کردن به بحث‌های فلسفی که بله خدا در کار بد هم اراده داره و در کار خوب هم اراده داره و اینا مسائل عقیدتی هستن، اینا خبر ندارن. حالا بحث عقاید میپیچیم به عقاید، اینا بحث‌های بسیار باریکیه، بیان از علما بپرسین این مباحث. و آخر سرم همون ادعای همیشگی که بله جماعت تبلیغی عقیده جبریه داره. بارها و بارها گفتم، بنده یک حرف را همینطور نچرخانم برای شما، کار جماعت تبلیغی کار جماعت هست، یک نفر یا 2 نفر یا 3 نفر نیست. همینطور که اسلام دینی هست و مسلمان تابع همین دین هستند، در اسلام هیچ کمبودی وجود نداره، اما در مسلمان کمبود خیلی زیاده. حالا اگر یک کافری بیاد بخواد مسلمان بشه، مسلمان ها را ببینه که او این مسلمان ها، این مسلمان اینا هستن، لباس تن اینا نماز همین بغل مسجد دارن اذان میکشن، به مسجد نمیره، سر عروسی هاشون هم که مشروب پخش میشه، زکات و عشر هم که اینا فوقش 10% میدن، این چنو مسلمان؟ ول کن، این مسلمانی چیه؟ کسی چنین ادعایی را بکنه و چنین قضاوتی را بکنه، این صحیحه؟ نه خیر آقا، در دین اسلام هیچ ضعفی وجود نداره. ان الدین عند الله الاسلام، تمام ادیان در نزد خدا همین یک دین بوده، همین یعنی کل دین در نزد خدا همین یک دین، دین اسلامه. اما کسی حالا به این عمل نمی کنه، این هیچ ربطی به چارچوب دین اسلام نداره. همینطور برادران، در کار جماعت تبلیغی، در بنیاد جماعت تبلیغی، شما هیچ چیزی برخلاف شریعت اسلام پیدا نمی کنید. اگر پیدا کردیم برداریم بیاریم. بله جماعت تبلیغی اشتباه می کنه، همینطوره که امام صاحب نماز میده بعضا اشتباه می کنه، نه اینکه قرآن را عوض کرده باشه یا نماز را عوض کرده باشه. بله این یک بحث بسیار ساده است، اما این بحث های فلسفی را من دفعه پیش هم چندین بار جواب دادم، نیازی نیست این بحث را دوباره بنده تکرار بکنم. اما جواب دادن عوام جماعت تبلیغی که خدا در کار بد اراده نداره اما در کار خوب اراده داره، این درسته. اما از چه نظر درسته؟ نه از نظر این مباحث فلسفی. بله اونجا بحث فلسفی است که خدا در هر چیز اراده داره، این بحث اراده و مشیت و رضا هست، این بحث های بسیار دقیقیه. اما به نسبت عوام مسلمین
و به نسبت عموم مسلمانان و از نظر تأدب و قرآنی و ایمانی کار بد به خدا نسبت داده نمیشه. بفرما قرآن، قرآن چی میگه؟ مثال های از قرآن برای شما میگم، یا قبلا مثال های عامیانه رو من به شما بیان بکنم. شما بفرمایید بگویید جناب سخنران قندوزی، اگر شما به همین عوام مسلمان ها برین و بگین که بله وقتی کسی زنا میکنه خدا به این اراده داره، ببین این مردم فتوای کفر شما رو میدن یا نمیدن، تا خدا اراده نکنه هیچ چیز نمیشه. این عقیده ماست و عقیده کل اهل سنته. اما همین بحث عقیدتی و فلسفی را عوام مسلمان چه میدنن؟ شما بفرما به همین مردم سر منبر بگو که مردم کسی زنا میکنه خدا به این اراده داره، ببین فتوای کفر شما رو میدن یا نمیدن. این عموم مسلمان ها. یا کسی دزدی میکنه، یا کسی دروغ میکنه، دروغی میگه، یا هر کار بدی که میکنه، هیچ چیز بدون اراده خدا نمیشه. اما شما عموم مسلمان ها را آمدن و انداختن در این مباحث فلسفی، ببین اون عموم مسلمان ها در مورد دین و دیانت اسلام و حق و حقانیت و قرآن چه فتوایی را میدن. گفتن عموم مسلمان ها که خدا به کار بد اراده نداره، این به این معنی است که خدا اراده رضا نداره، یعنی خدا به این راضی نیست. این نهایت ادب و فهم عمومی مسلمان ها به نسبت ایمانیاته و این در قرآن هم آمده. در سوره جن آیه 13 از زبان جنیان همینطور بیان میشه، و اینا لا ندری اشر اريد بمن في الارض. جنیان همینه میگن که ما نمیدانیم که آیا به زمین اراده بد کرده شده، ام اراده بهم ربهم رشد، یا اینکه پروردگار اینها برای اینها اراده رشد خیر کرده، هدایت کرده. ببین چطور ادب را رعایت کردن اینجا. شر هم از جانب خداست، و القدر خیره و شره من الله تعالی. اما این تعدب الله متعالی، این ادب خداوند متعالی که برای من شما بنده خدا با ادب حرف زدن را داره یاد میده، و اینا لا ندری، ما نمیدانیم اشر اريد بمن في الارض، آیا به اهل زمین شر اراده شده؟ شر اراده، شر هم از طرف خداست. اما اراده بهم ربهم رشد، اما وقتی که صحبت هدایت میاد اینجا الله متعال نام خودشون را با رب میارن. بعد در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام هم همین بحث است. انبیا چنین یاد دادن امت خود را، وقتی که الله متعال را توصیف میکنن، تعریف میکنن، میگن که الذی خلقنی فهو یهدین، الله اون ذاتی است که مرا خلق کرده، فهو یهدین، پس او مرا هدایت میکنه، والذی هو یطعمنی و یسقین، الله اون ذاتی است که مرا سیراب میکنه و اون ذاتی است که مرا طعام میده. تا اینجا نسبت به خدا هست. بعد دوباره چی میگه؟ و اذا مریضت فهو یشفین، هر وقتی که من مریض بشم اون خدا شفا میده. چرا اینجا مریضی رو به خودش نسبت داد؟ مریضی هم از جانب خدا است. بله این تأدب قرآنیه که ما کارهای بد را به خدا نسبت نمیدیم، اگرچه هیچ چیزی بدون امر خداوند متعال نمیشه. و در سوره زمر هم همین مطلب میاد، آیه 7، ان تکفروا فان الله غنی عنکم، اگر شما کفر بکنید الله متعال از شما بی‌نیاز است، نیازی به شما نداره. ولا يرضى لعباده الكفر، الله متعال برای کفر کردن بندگانش راضی نیست. کفری میشه، شرکی میشه، هر چیزی که میشه. و عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو وما تسقط من ورقه الا يعلمها، هر چی که میشه خداوند بون علم داره و به نسبت اون اراده داره. این بحث فلسفی است. اما اینجا که میگه که ولا يرضى لعباده الكفر، الله متعال به بندگانش رضایت کفر نداره. بله هیچ چیزی بدون مشیت خدا نمیشه، اما خدا به این راضی نیست. لذا گفتن عموم مسلمان ساده یا جماعت تبلیغی یا هر کسی که باشه، وقتی که میگه خدا به کار بد اراده نداره، یعنی که اراده رضا نداره. حالا اون بحثای فلسفی را کی میفهمه؟ ملاها امروز نمیفهمن این بحثا را، مگر اینکه ملای زرنگی باشه بیاد و این بحثا را ریس راس بکنه و خوب تجزیه تحلیل بکنه. به قسمت دیگر از سخنرانی این بزرگوار با هم گوش میکنیم و میرسیم به شبهات دیگرشون.